دوستان، مسابقه‌ای که امروز میخوام براتون گزارش بکنم رو قطعا همه علاقه‌مندان رشته کشتی در ایران خیلی خوب به خاطر دارن. مسابقه بین سعید عبدولی و جونگ جی هیون کره‌ای در چارچوب مسابقات آسیایی اینچئون سال 2014 مرحله 1/4 نهایی وزن 66 کیلوگرم کشتی فرنگی در کره جنوبی. حالا چرا من میگم که این کشتی رو همه کشتی دوستا به خاطر دارن؟ به خاطر اتفاقات عجیب و غریبیه که توی این کشتی افتاد. شما محال این مسابقه رو ببینید و اتفاقات عجیب غریبی که توی این مسابقه میفته رو بتونید از یاد ببرید. بریم سراغ گزارش کشتی. با سوت داور وسط کشتی بین دو کشتیگیر آغاز میشه. سعید عبدولی دلاور اندیمشکی کشورمون رو با دو بنده آبی میبینیم که خیلی جنگنده مسابقه رو شروع کرده و کشتیگیر کره‌ای رو با دو بنده قرمز همین ابتدای کار سر و گردن جونگ جی هیون رو مهار میکنه. به دنبال اجرای فیتوهای مرگبار خودش از سعید عبدولی، ولی جونگ بهش اجازه کار رو نمیده. تا این لحظه سعید عبدولی دلاور جنوبی کشورمون خیلی جنگنده و زیبا کشتی گرفته، همین ابتدای کار میتونه. حالا یه لحظه جونگ اومد که یه پیچ پیچک رو اجرا بکنه، ولی بهش اجازه کار رو سعید عبدولی نداد و خود جونگ در خاک نشست، که البته امتیازی برای عبدولی نداره چون که مجری فن بود جونگ، امتیاز برای سعید عبدولی نره. حالا اینجا دیگه غافلگیری، یه لحظه سعید عبدولی رو به پل میزنه چون حالا مایه پیتو رو در اختیار گرفت عبدولی و یه پیتو اجرا میکنه. مرسی، دومین پیتو رو هم سعید عبدولی اجرا میکنه، میره برای سومین پیتو. تمام، سومین پیتو رو زده و داره ضربه فنی میکنه جونگ جی هیون رو. تمام هست، ضربه فنی داور میتونه تمام بکنه. جونگ جی هیون رو رو پل کاملا نگه داشته و هیچ کاری جونگ نمیتونه انجام بده. اگر که یه کمی شونه چپه، حالا میره یه پیتوی دیگه اجرا بکنه، یه بار دیگه پیتر رو اجرا میکنه. حالا این بار دیگه تمام دوتا شونه جونگ کاملا روی تشک بود. مرسی سعید عبدولی، به زیبایی کار رو تمام کرد. مربی کره مبهوت قدرت سعید عبدولی شد. جونگ کشتیگیر کره‌ای هم میاد به داور دست میده، منتظر اعلام رأی هستیم. حالا از اینجا که اون اتفاقات عجیب غریب شروع میشه. مربی کره اعتراض کرد، داور وسط میره پیش رئیس تشک. حالا باید ببینیم چه تصمیمی میگیرن. اصلا به چی اعتراض کرد؟ واقعا به چی اعتراض کرد؟ یه تر و تمیزتر از این مگه میشه کسی رو ضربه فنی کرد؟ یا تر و تمیزتر از اینم مگه میشه فیتو زد؟ 4 تا فیتو اجرا کرد. حالا میگن که گلو رو گرفته، یعنی خنده داره. خود جونگ، خود کشتیگیر وقتی داور وسط ضربه فنی رو اعلام کرد، حالا حسن بابک اون چه عصبانی سر سعید عبدولی داد میزنه و حق هم داره. عبدولی نباید بره با رئیس تشک و قاضی خودش بخواد صحبت بکنه. مثلا چه صحبتی بکنه؟ مگه اصلا زبون همدیگر رو شما میفهمید؟ حالا بله ضربه فنی رو پس میگیرن، دوباره ادامه کشتی که همین ابتدا هم کشتیگیر کره‌ای یه ضربه به صورت عبدولی میزنه. کارت به حسن بابک بزنی خونش در نمیاد، خیلی عصبانی، حقم داره. یعنی دیگه حق خوری از این بیشتر نمیتونست اتفاق بیفته. از این 4 تا پیتو نمیدونم چجوری 6 امتیاز به سعید عبدولی دادن. حساب کار 6/4 به سود سعید عبدولی و ادامه کشتی پی گرفته میشه. یه بار دیگه میزنه زیر کتف جون، ولی خنده‌دارش این بود که جون خودش معترض نبود، مربیا اولش معترض نبودن، بعد یادشون افتاد که ای بابا ما میزبانیم، ما میتونیم مثلا توش بکنیم، میتونیم داوری رو کلن عوض بکنیم. کره‌ای هم که ید طولایی تو این داستان داره. حالا اینجا یه لحظه
جون میشینه که سعید عبدالولی رو خاک بکنه، سعید بهش اجازه کار رو نمیده. دو کشتیگی رو سر گردن هم دیگه همچنان کار میکنن. سعید عبدالولی خیلی جنگنده تر کار کرده و حیرت انگیز اینه که یاور تا الان یه تذکر هم به جون نداده، حالا یه بار دیگه سر و گردن جون رو محال میکنه. سعید عبدالولی میتونه بره برای اجرای فیتو یک بار دیگه، ولی جون بهش اجازه کار رو نمیده. 20 ثانیه فقط از تایم اول این کشتی باقی مونده. بله اینو میگفتم که جالبیش این بود که خود کشتیگیر هیچ اعتراضی نداشت، مربی اعتراضی نداشت. اینه یه دفعه از یه جایی بهشون رسوندن که آقا تسلیم نشید، بری یه اعتراضی بکنید، ما براتون کارو در میاریم. تو کشور خودمون که ما نباید ببازیم، به هیچ قیمتی نباید ببازیم. کوریا واقعا ید طولایی تو این داستان دارن. حالا تو همه رشته های ورزشی ها، جام جهانی 2002 فوتبال رو احتمالا یادتونه که کوریا چی کار کردن اون مسابقات که میزبان بودن، تا نیمه نهایی اومدن، اسپانیا و ایتالیا رو به یه وضع خندداری بردن، اومدن نیمه نهایی. حالا اینجام در کشتی خودشون رو نشون میدن. تایم دوم کشتی هم با جنگندگی سعید عبدالولی داره پیگیری میشه. 30 ثانیه از تایم دوم گذشته و ما تا این لحظه واقعا هیچی از جون کشتیگیر کره‌ای ندیدیم. کشتیگیری که قهرمان المپیک این جون جیهیون، قهرمان المپیک 2004 آتنه، 21 سالگی بعد 60 کیلوگرم قهرمان المپیک شد در مقابل سعید عبدالولی که قهرمان جهانه. این کشتم در سال 2014 داره برگزار میشه. جون جیهیون اینجا 31 سالش، حالا اینجا یه ضربه هم دوباره جون به صورت سعید عبدالولی میزنه. اینجا سعید عبدالولی ما 24 سالشه در مقابل جون جیهیون 31 سالشه، یعنی هرچی به آخر کشتی نزدیک بشیم قطعا کار برای عبدالولی راحت تر میشه و میتونه از قدرت جوانی خودش استفاده بکنه. حالا اینجا یه لحظه کشتیگیر کره‌ای میتونه سعید عبدالولی ما رو خاک کنه. داور وسط اشاره کرد 4 امتیاز برای کشتیگیر کره‌ای. من کلمو کجا بکوبم؟ سرمو به تیزی این میز بکوبم؟ فکر کنم اگر که یه کره‌ای الان بیننده این برنامه باشه راضی بشه. سعید عبدالولی واقعا الان جدا سعید عبدالولی حقش بود که پامشو میرفت، دیسکالیفش میکردن، هر اتفاقی میخواست بیفته بیفته، پامشو میرفت. 4 امتیاز، چجوری به این حرکت 4 امتیاز دادین؟ یعنی واقعا چجوری یه بچه رو بیاری، یه بچه‌ای که 7 سال است، 7 بچه 7 8 ساله که دو جلسه از کشت کلاس کشتی رفتار برداری بیاری بهت میگه که این آقا خاک کرد دیگه، چجوری 4 امتیاز دادین به جون؟ بله 4 امتیاز هم ثبت میشه، حساب کار 8-6، یعنی کرکوپر هم ریخته. آخه اصلا مگه میشه؟ الان صحنه آهسته رو، حالا مربی ایران اعتراض میکنه، خیلی بعیده اعتراضش رو استگی کن. اینجا خب خاک کرد دیگه، الان چجوری حساب کردن 4 امتیاز دادن؟ الان چجوری فرض کردن که مثلا سعید عبدالولی به پل رفته؟ خب پل رفتن یه تعریفی داره دیگه، تو نمیتونی خاک و پل حساب کنی که. بله اعتراض ایران رو هم مردود میدونن و یک امتیاز دیگه هم به کشتیگیر کره‌ای میدن، حساب کار 9-6. متاسفانه حالا سعید عبدالولی که داره به آب و آتیش میزنه، مدام داره زیر کتب جون جیهیون میزنه، از ابتدای کشتی همین بوده، تماما سعید به آب و آتیش زده، با جنگندگی تمام مردونه کشتی گرفته. ولی سعید عبدالولی امروز باید روبروی علاوه بر جون جیهیون باید روبروی داورا هم کشتی بگیره. حالا اینجا یه لحظه رفت برای کمرگیری سعید عبدالولی که جون جیهیون بهش اجازه کار رو نداد. 5 دقیقه از تایم کشتی گذشته و سعید عبدالولی فقط 1 دقیقه فرصت داره که اصلا سعید عصبی شده،
حقم داره، خب چی کار بکنه، باید چی کار بکنه تا این گشتگیر رو ببره دیگه. حالا بازو سرگردن هم یه کار میکنن و سعید هم تو این 5 دقیقه و 25 ثانیه که از کشتی گذشته این تمام تایم رو به آب آتیش زده، طبیعتاً یه خورده خسته شده الان. ولی یه بار دیگه هم ضربه میزنه جون جی هیون و یه اختار، بالاخره یه اختار کمکاری به جون جی هیون داده میشه. باید در خاک سعید عبدالی بشینه، سعید هم به نظر خسته شده، یک مقداری تمرکزش هم به هم ریخته، عصبی، کاملا مشخصه که سعید عبدالی در این صحنه عصبانیه. حالا زودتر از سوت داور اقدام به گرفتن کمر کشتیگیر کره‌ای میکنه، داور بهش تذکر میده، داور بهش توضیح میده دست رو بزنه. حالا به خدا این کشتی نیست، این سیرکه، به خدا این کشتی نیست، این سیرکه. یعنی من از تعجب کردم چه تو اختار دادن، اختار خطرناک بود، ممکن بود سعید کنده رو بیاره بالا. همونجور که دیدین از خاک بلند شد و 10 ثانیه فقط مونده تا این سیرک مسخره به پایان برسه. کره‌ای ها واقعا باید خجالت بکشن. بله تمام شد، 6 دقیقه تمام شد. چه خوشحالم هستن تماشاگران کره‌ای، گریه داره این پیروزی، واقعا گریه داره. آره خوب مربیاشون هم خوشحالن، اصلا خود سعید عبدالی داره میخنده، من اشاره میکنه به خدا. اینا که دیگه سعید جان، اینا که بودایی مودایی هم. بله جون جی هیون مسابقه رو پیروز میشه. حالا اصلا بابک هرس میخوره که برو وسط کشک، چرا بره واقعا، آقا دیسکالیفش میکنن بکنن، یه برونز آسیایی چه ارزشی داره؟ این واقعا جدن سعید عبدالی به نظر من داره کار خوبی میکنه. حالا حسن بابک میاد با توپ با تشر میارتش وسط تشک، واقعا چرا بیاد وسط تشک، چرا بیاد توی این سیرک شرکت کنه به خاطر مدال برونز؟ کسی که همه جوره حقش تلاست بیاد به خاطر این مدال برونز توی سیرک مسخره این کره‌ای ها شرکت بکنه؟ بله شما که باید بری با رئیس تشک و قاضی ها همه دست بدی. این که امروز ما با هم دیدیم کشتی نبود، این سیرک بود. و حالا اینجا صحنه های آستر میبینیم. خب این فیتو رو اصلا چجوری اینا گفتن این گلو رو گرفته؟ حالا کسایی که آشنا نیستن دقت کنید، این یک دست و گردن رو گرفته، مایه پیتو یا دو دست و گردنه یا یک دست و گردن. شما وقتی یه دست رو میگیری دیگه اصلا نمیتونی گلوی طرف رو فشار بدی، اصلا منطقی نداره. شما وقتی یه دست و گردن رو با هم گرفتی نمیتونی اصلا لحاظ منطقی، لحاظ فیزیکی غیر ممکنه که بتونی گلوی طرف رو فشار بدی وقتی دستش هم توی همون حلقه است. و مایه فیتو همینه دیگه آقا، ما هر چی فیتو تو دنیا دیدیم همینه، یا دو دست و گردن رو میگیرن و حالا از پایین تر اجرا میکنن فیتو رو، ولی فیتو رو از بالا بخوای اجرا بکنی همینه دیگه، یه دست و گردن رو میگیری اجرا میکنی. و انجام که دیگه خب تماما توپل نگه داشت، ضربه فنی کرد. و جالبیش اینه که کشتیگیر خوب کره‌ای، این کشتیگیر مثلا کشتیگیر کم تجربه‌ای که نیست، 31 سالش قهرمان المپیکه آقای جون جی هیون. این جون جی هیون خودش ذره اعتراض نکرد، بعد اینکه ضربه فنی و داور رو گرفت اومد خودش وسط با داور دست داد، منتظر بود بازنده اعلامش کنن از بیرون تشک. ببینید ناکن اینجا دست رو ببینید، دست چپ جون جی هیون رو گرفته همراه گردنش. خب این دیگه خطا نیست، اگر که گردن رو تنها میگرفت اون رو هر بنی بشری میفهمه که خطاست، ولی وقتی دست و گردن رو با هم میگیره این دیگه خطا نیست.
این در واقع داری فشار رو به کتف کشتیگیر میاری، فشار رو به گردن کشتیگیر نمیاری. وقتی دست و گردن رو با هم بگیری یعنی فشار رو داری به کتف میاری. خیلی هرس خوردیم. من اون موقع که زنده این کشتی رو میدیدم که خیلی هرس خوردم، حالا الانم که دوباره گزارش کردم واقعا خیلی هرس خوردم. از چی بگم، یادم رفت. خیلی ممنون، حالا در هر صورت هر جوری که بود خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. دیدن این مسابقه که لذت که نداشت، ولی شما مرامی از برنامه سازی ما حمایت کنید و لایک کنید این ویدیو رو، و اگر هم که چنل ما رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید. ما هر شب در حوزه کشتی و MMA برنامه داریم. مخلص همگی، خدا نگهدار.